حقمی فرمودن که مد گشن درخ به کتری که مطابق رضایتش رفتار میکنن 500 برابر جریمه و مجازاتی که برای کسانی که از فرمانش برخ ترپیچی میکنن تعیین شده، که در تورات چه فرماد که بغد عبان عباد البانیم بربریم برسیرشیم ربعیم، که اگر پدری گناهی کرد و پسرش هم دنبال این دنبالش بود، پسرش چهار دوره باشن برخ اینا را مجازات میکنه، نه فقط به خاطر گناه خودشون بلکه به خاطر گناه پدرشون، یعنی پدر این گناه پدر تا چهار دوره را این بیاد میبره و اینا مجازات میکنه. ولی در موقعی که در برای پرداختن مود در تلاش فرمان نصر هندر لعنفیم که تا 2000 دوره این چه برای اون خوبی و احسانی که اطاعتی که پدران از فرمانه هشم درخ کردن اینا برای تا 2000 دوره این بیاد میاره و مزد میده. پس شد برای گناهان چهار دوره برای مزد میتوه ها 2000، پس چقدر چند برابر شد؟ 500 برابر. پس الان اگر ببینیم که این همه مجازات های سخت و وحشتناک در برای کسی که آمن جواب نمیده یا اینکه جواب میده ولی طبق هلخان نیست، تا این چیزای خیلی سخت شده، پس اگر کسی آمن جواب میده به طور صحیح درست و سر موقع طبق هلخان، این 500 برابره جریمه شه، مجازاتشه 500 برابر. یعنی اگر کسی امین جواب نمیده، هم که در دوار فرماد میره زیر پایین که این نام از جا بلا دولا نمیاد، پس کسی که همیشه در صدد اینه که امین جواب نمیده و طبق علاقه باشه، چقدر مدش زیاده، چقدر میره بالای برای گنه ده. همینطور درباره چی گفت؟ درباره کسی که امن انجام میده ولی قبل از وقت، قبل از اینکه برخه خط بشه امن انجام میده. بنابراین این حلقه اینطوره که باید ثبت کنه تا کلمه آخر و حرف آخر کلمه تمام بشه بعد بگم. کسی که قبل از وقت میگه حد سلام برای دشمن اسرائیل، قبل از وقت از دنیا میرن. همطور کسی که امن اتما میگه، امن میده که نباید بگه، به خودی همطور بیهوده مثلا برخه بی خودیه، برخواه بطله است، این امن را میده. یا اینطور یا اینکه مورد دیواره دیگه که امنیت ما حساب میشه، حتی هم بر دشمن اسرائیل بچه هاشون یتیم میمونن، حتی شده چیزای خیلی سخت، چیز وحشتناک. پس اگر کسی امن درست سر جامعه سر موقع طبق علاقه جامعه چی میشه؟ زندگی عمر طولانی میشه، سلامتی براش میاد، فیض براش میاد، برکت میاد، اینم هست. پس یکی از راه های دور کردن امراض و گدرهای بد و طولانشون عام چیه؟ جوابدن آمین طبق هلخا، طبق درست مطابق دستور شنهاروخ و فتوه دهندگان حکم اسرائیل جندن خوب مواده باشه که آمین طبق هلخا جواب بده. و همطور نیت بکنه که امت، که جنرسون، اینا همه طبق علاقه باشه. یک موضوع دیگه هم هست که اینا باید تذکر دارن که در برکت هلبانا این یک مسئله پیش میاد که وقتی که جماعت به هم برخم گن به هم درخم میگن، همینطور بر برکت علانوت بکر علانوت هم اینم هست که چی؟ که اگر کسی برخه را گفت دیگر اون تموم نکرد، بعد از این گفت، حتی یک سال بعد از این گفت، بعد دید امن را بده. همینطور در بکت علمانه بعد امن را بده. برای اگر اینا به هم خط میکنن، مثلا لیانوت باییم بین آدم به هم جا بکنن، خب دیگه انسان برای امن جا نمیده. چرا؟
چون همطور که انسان برای خودش جواب نمیده، اگر جواب بده این خوب نیست، عیبه، یعنی خودش داره خودش را تایید میکنه، مثل میگه من هرچی میگم درسته، هرچی میگم صحیحه. این انسان نباید خودش را تحسین بکنه، تمجید بکنه، من چی گفتم این درسته، درست گفتم. برای انسان برای خودش همین جواب نمیده، برای خودش همین جواب نمیده، فقط برای دیگری. حالا وقتی که اینا با هم سخن میگرن لحنوت با این بین آدم، خب دیگه همین جواب نمیده. ولی اگر میگه بین آدم، بعد میگه بین آدم، این کسی که قبلا خط کرده بعد همانجا بده برای اون کسی که بعدا برای خط کرده. همطور در لکت علمانه بعدش حداشیم، حداشیم این کسی که قبلا خط کرده بعد جواب بده. همطور در بروخ شامر ملک مانو بجبه ها جلیح دبور برخه میگه، از جماعت هم برخه میگه، اگر درست بجبه دبور بگه ملک بجبه ها همه جواب نمیده. ولی اگر شلحت گفت اگر بگه تو بجبه ها بعد شلحت گفت بجبه ها گفت بعد همان جواب بده. اینا بعد اینا به توجه کرد که خیلی وقت این پیش میاد، همطور گفتیم در برکت الهنو، در برکت الهنو، در بروخ شامر با شرح دبور داره با هم خط میکنه. اگر درست با هم خط میکنن و جبهات این که لازم نیست، ولی اگر میگه و جبهات و جبهات بعد همان جبهات. و یک مسئله پس این برای حل مسئله برای ایلانوت و برکت روانا بعد سعی کرد با هم جبهات. اگر خط کرد قبل دیگری بس همان جبهاته. بلکه برای برکت روانات هم برکت روانا هم اگر امکان داره فقط شلخ دبور کسی که بالاخره میگه بلند بگه، جماعت با هم به طور با صدای آهسته بالاخره بگن، در این صورت مسئله همین جوابدن پیش نمیاد. خیلی هستن که میگن خط میکنن یک نیم ثانیه یک ثانیه زودتر همین جواب نمیدن، خیلی سخته. به همین طور در برکت الینو یه نفر به طور بلند بگه بالاخره بگه، دیگران با صدای آهسته میگن که کسی از دیگری نشنوه، که دیگه موضوع مسئله همین جا بدن بجه همین جا بدن نده پیش نیاد. یک موضوع هم هست در برای برخه ها که ما وقتی که در حین صحبه هستیم در میشنه میفرماد که اگر در موقع صحبه برشون برخای موقعی دارن با هم میخورن و موقعی مشغول خوردن هستن، برخای پیش میاد، این هرکس برای خودش برخه بگه، نه 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 اینکه بطر بلند دیگه دیگران بشنون، چون وقتی که این مشغول خوردن باشن نمیتونه همین جا بدن. این ممکنه که این خوراکی داخل اون لوله هوا بشه و در این صورت به خطر بیفته. بنابراین در موقع خوراک خوردن نباید جای برخه را با صدای بلند گفت، به طوری که فقط خود خود بشنوه، یا اینکه کسی پیشش نشسته و اینا با صدای آهسته گوشش بخونه اونم همین بوده. ولی اگر میره که همه در حال خوردن هستن بعد برخه را با صدای آهسته بده که کسی نشنوه. و این همینطور هم در موقعی که میوه و حایث و آدم ها و مدرس میان برای ایلوی شمای کسی فوت کرده، این خیلی اوقات هست که یکی داره میخوره، یکی داره حرف میزنه، یکی داره به اون کاری میکنه، اینها حواس جمع نیست که برخه همین رو بده. برابرین در این صورت نباید برخه رو بطرهای برندگو بطرهای آیده که کسی نشده، چون خیلی حتی داره میخورن، چون موقعی خوره خوردن میدونه همین رو بده، همینطور داره حرف میزنه، اینکه حوادش پیش این نیست، پیش صحبت کردن با این شخصه. و اگر بطره بلند بگه خیلی خیلی امکان داره که اصلا هیچ کس امن رو ندید، این خیلی حواد سختیه. و ببرین و سعی کرد که در این نماره بطره آهسته برخاره گفت. و موضوع هم هست که اگر دو تا مینان هستن، یک مینان دارن شلیح تبور داره تپیلا را هزاره بکنه بر میگرد، این میان دارن مزموره میخونن، دارن بعد از بروخ شامر هستن، هیچ بدیفه نیست که ما همتون بشنیم ببینیم چه برخه میگه ادامه بدیم. چرا این دارن
مشغول خوندن قبله هستن. چه بقیه وقتی جواب دارد بخی انتون در اون مینیان باشه، ولی اگر این مینیان دارن هزاره میکنن، این مینیان دارن میدواره تیلی میخونن، اونوره بروک شمار بعد بروک شمار میخونن، چون مشغول قبیله هستن بر اینها بدیفه نیست که به آمینی که این چلی حبور داره میگه جواب داد. همطور قدیش میگن لازم نیست. چرا؟ چون اگر میخوان هر برای هر قدیش جواب دادن هر پتی نبات این نیم ساعت همطور معطل بشن که نمیشه که. ولی در این صورت این وظیفه نیست. چه باقی وظیفه هست؟ اگر کسی در اون مینیان خودش داره تبلا میخونه اون چیز دیگه هست. ولی اگر این مینیان دیگه هست مینیان دیگه هست هیچ وظیفه نیست که جواب بده. اگر بخواد جواب بده خیلی خوب، اگر وقت داره جواب بده، ولی هیچ وظیفه نیست. چون وقتی بره جلو اگر نه، اگر بخواد برای این عمل بده، برای این را بده، این قدیش رو بگه، اون قدیش رو بگه، بس به تبلا خودش نمیرسه. تبلا جماعتی از دست میده. این بخاطر اینه که چون مشغول میسوا اجباریه و اگر بخواد عمل رو بده از میسوا باز میمونه، پس شد وضعیت اوسق میسوا حضور میسوا. کسی که در یک میسوایی قرار داره که میخواد این طور انجام بده، از انجام در میسوای دیگه معافه. اینجا هم همینطور.